سرخط خبرها اختلافات تازه میان طالبان، روسیه و چین آنها را ضربه صفر کرده است و همچنان خبرهای تازه و فوری از دروازه تورخم و در ادامه اعتراضاتی که امروز به خشونت کشانده شد و همچنان یک خبر بسیار مهم در مورد انتقال پناهجویان از شهر مزار شریف به آمریکا. سلام، به کانال ما خوش آمدید. مرز تورخم برای مسافران باز شد. مقامات مرزی تایید کرده اند که گذرگاه های مرزی میان افغانستان و پاکستان باز شده است. با گزارش سپوتنیک و نقل از طلوع نیوز، کمیساری تورخم اعلام کرده است که مرز تورخم بر روی مسافران باز شده است. مرز دو کشور در حال باز شده است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان صبح امروز در یک سفر رسمی به کابل آمد و با مقامات طالبان دیدار کرد. بر اساس این خبر، اشخاصی که استیکر و یا ویزه آنلاین دارند می توانند از این گذرگاه ها عبور کنند. پیش از این سفارت پاکستان در کابل اعلام کرد که گذرگاه مرزی تورخم را بر روی دانشجویان افغان که در آن کشور گیر مانده بودند بازگشایی کرده است. سفارت پاکستان افزوده بود که آماده است که 986 دانشجویی که از 15 سپتامبر تا 7 اکتبر در سفارت پاکستان در کابل ثبت نام کرده بودند و نیز 57 دانشجویی که شامل برنامه بورسیه علامه اقبال هستند می توانند از مرز تورخم به این کشور بروند. پاکستان پس از سقوط افغانستان به دست طالبان تا اکنون چندین بار گذرگاه های مرزی خود را به افغانستان بر روی مسافرین و نیز کالاهای تجاری مسدود کرده است. این گذرگاه ها هنوز بسته است و مسافرین و لاری ها مملو از کالاهای تجارتی در دو طرف مرز اجازه نیافتند از این مرزها عبور کنند. و حالا بپرازیم به خبر شوکه کننده. اعتراضات در کابل به خشونت کشانده شد. طالبان بالای یک خبرنگار خارجی حمله کردند. در پی اعتراضات زنان در شهر کابل یک طالب بالای خبرنگار خارجی حمله ور شد. با گزارش سپوتنیک و نقل از آماج، ویدیوی در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است که نشان می دهد یک طالب مسلح بالای یک خبرنگار با سلاح دستاشش حمله می کند. بر اساس گزارش این نشریه، پیش از این در اعتراضات امروز نیروهای طالب شماری از خبرنگاران را لتوکوب نمودند. این در حالی است که سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با سپوتنیک درباره این که خبرنگاران در حکومت طالبان چی مسئولیت دارند و این که آیا خبرنگار می تواند به آزادی کامل خبرها را به نشر برساند، اظهار داشت که 100% من اطمینان می دهم. هر وقتی که می آیند کشور خودتان است، بیایید. مسئولیت همگی به دوش ما است. زن و مرد، نه تنها مردها بلکه زنها که حجاب اسلامی داشته باشد، گفته ایم که می توانند در وزارتخانه ها با ما مصاحبه داشته باشند. او نیز افزوده است که اکنون خبرنگارانی که در افغانستان می آیند از طرف امریکا است تا علیه ما تبلیغ کنند. و حالا بپرازیم در مورد افشاگری ها و تحلیل رزاق مامون در مورد تنش های تازه میان روسیه، چین و طالبان. نماینده دیوهای مست از قفس مسکو پرید. نشست مسکو با هدف بستن کمر طالبان به نتیجه بود. سلام حنفی در مسکو خواهشات چین و روسیه را به زمین زد و گفت امارت اسلامی یک دولت فراگیر است. این عبارت مشخص در پایان نشست گفته شد که نماینده ابرقدرت جهان سرمایه‌داری آمریکا در آن غیر حاضر بود و آب سرد روی گردن بادیگاردان منطقه‌ای طالبان، لافروف و نماینده چین ریخته شد. حنفی ادعای فراگیر امارت اسلامی را با جمله دیگر اعتبار بخشید که هماکنون 500 هزار کارمند دولتی داره. یعنی تصویر فراگیر در مغز یک جریان صرفا نیابتی جنگی این گونه است. حاکمیت دستار پوشانه که در کابینه اش 18 ترورست تحت پیگرد عضویت دارند، پالیسی تیمارداری و ایجاد پرورشگاه های انتحاری ها را نیز به طور رسمی در سرخط دولت سازی خود قرار داده و همزمان با خونسردی انتظار دارد جهان و واقعیت موجود گردن نهد. این فرقه شقیتر از ورژن اولیه خود است. نگاه ابرقدرت های آسیایی در تعامل با حاکمیت نیابتی پاکستان بیخ گوششان
به این شکل باقی نمی ماند. فعلا محتاطانه موازنه را نمی گذارند تا امریکا دوباره روی این نیروی ویرانگر سرمایه گذاری نکنند. در این حال خودشان جرأت سرمایه گذاری روی طالب ندارند. روس، ایران، چین و 6 کشور آسیای میانه منفی تاجکستان در برابر طالبان بازی دوگانه دارند. هرگز حضور سنگین امریکا را دوباره اجازه نمی دهند. هرگز نظام اماراتی را هم اجازه نمی دهند. راه سوم مگر سراغ می شود. این همان کارتی است که امریکا در برابر آنها بازی می کنند. مگر نه این است که امریکا در بدل افتضاح تاریخی گریز به ظاهر تحقیر آمیز بر رقبای خود دام پهن کرده است؟ حالا آنها باید این همه دیوهای مس را نفقه بدهند تا سر پا بمانند، ورنه این حیالا یا دست معامله به دشمنشان دراز می کنند یا دائم القوت و منافع راهبردیشان دهان می اندازد. راه منطقی این است که ارتجاع منطقه از نبرد مقدس نیروهای مقاومت ملی برای بازپسگیری افغانستان حمایت کنند. کشور تهی شده از هنر و فرهنگ، آراسته و اردوی انتحاری، کیبل و گرسنگی همه منطقه را تهدید می کند. شناختن طالبان به حیث یک دولت رسماً شناسایی یک جریان چند شبکه ترور و اعلام جنگ مستقیم با مردم افغانستان است. کسی از این کشورها حاضر به تامین مالی امارت طالبان نیست و کله بزرگ خود درون این خمره شوم فرو نمی برند که بیرون کردن سر غیر از دو گزینه شکستن خمره و بریدن سر نباشد. نماینده دیوهای مست همان گونه که از قفس مسکو سبک بال پرید، از قفس تهران نیز خواهد پرید. و در پایان، عضو بین الملل خواستار انتقال افغانها بدون تشریفات بیروکراتیک شد. سازمان عفو بین الملل از همه دولت‌ها خواسته است که به تعهدات خود برای حفظ جان افغانهایی که در معرض خطر هستند عمل کنند و صرف نظر از روند بیروکراتیک برای آنها ویزای بشردوستانه صادر کنند. فرانچسکا پیزولوتی، کارشناس مهاجرتی این نهاد، میگوید که در حال حاضر خروج از افغانستان یک چالش و مانعی جدی است و گفته او از زمان سلطه طالبان بر این کشور دستیابی به مدارک مسافرتی معتبر تقریبا ناممکن بوده و بر همین اساس بسیاری از شهروندان بدون هیچ مدرک از افغانستان گریختند. پیزوتلی به رسانه ها گفته است که این افراد به جای داشتن امنیت یا سرپناه در مراکز گذرگاه های مرزی محبوس می شوند یا حتی با آینده نامعلوم به زندان می افتند. او از جامعه جهانی خواسته است تا مسیرهای امنی را برای عبور پناهجویان و آوارگان افغان فراهم کند و بازگرداندن آنها به افغانستان را متوقف سازد. خانم پیزولوتی گفته است که جهان نباید در این لحظات حساس افغانها را ناامید کند. ما به یک هماهنگی بین‌المللی نیاز داریم تا امنیت را به شهروندان افغان بازگردانیم.